خانم شیرزاد. بله آقای دکتر افشار. دکتر افشار ایشونم. بله آقای دکتر افشار. چی شد خانم؟ چی شد؟ مریضا رو کنسل کردید؟ بله. من تبریک میگم. کم کم دارم امیدوار میشم. پس من برم به کارم برسم. ببخشید فقط خانم کرباسی تماس گرفتن، گفتن اگر پانسمان دماغشون خیس باشه اشکالی نداره. نه چه اشکالی داره، حالا بعدن خوش میشه. گفتی دماغشون؟ بله دیگه خانم کرباسی. خانم کرباسی که دماغش عمل کردین؟ خانم شیرزاد، دماغ خانم کرباسی رو بنده عمل کردم. مطمئنی؟ با این حساب من امروز میتونم برم استراحت کنم دیگه. یعنی چی؟ اینجوری که پیداست خانم شیرزاد به جای اینکه بیماری شما رو کنسل کنم، بیماری بنده رو کنسل کرد. خب اینطوری من بدبخت شدم که. حالا من چیکار کنم؟ خانم بفرمایید تا جایی که میتونید کنسل کنید. بفرمایید. بله چشم. بفرمایید. کار دیگه نداری؟ نه خیر، بفرمایید. خانم شیرزاد در اون طرفه، بفرمایید. من الان کاملا آمادگی دارم که اینو بکشمش. چای بیارم؟ نه خیر. خیلی خب بابا، این دیوونه بازی ها رو در نیار. با تمام حرفایی که زدی ها به نظر من هیچ اتفاقی نمیافته. هیچ اتفاقی نمیافته؟ زندگی من رو حواس میگه هیچ اتفاقی نمیافته. کجای زندگی تو رو حواس؟ زندگی من رو حواس به خاطر اینکه زندگی ناصر رو حواس. و وقتی زندگی ناصر رو حواس یعنی اینکه نمیتونه آرامش و راحتی منو ببینه. حالا فهمیدی؟ ببین خیلی بد آدم راجع به برادرش اینجوری حرف بزنه. ناصر ممکنه که بعضی وقتا اشتباه بره، سر به راه نباشه، قابل اعتماد نباشه، یا حتی بعضی وقتا خلاف کنه. ولی هرچی باشه برادرت، دوست داره. میدونم، اما مسئله واکنش‌های ناخودآگاهیه که بد دردین. وقتی برادر بزرگترم میبینه که من ازش موفق‌ترم، خوشبخت‌ترم، خوش‌تیپ‌ترم، تحصیل کرده‌ترم، همه منو دوست دارن، ممکنه یه واکنشی از خودش نشون بده دیگه. اینا رو من راجع به خودت میگفتی؟ به چی می‌خندی؟ هیچی، ادامه بده. مسخره است، نمیشه با تو حرف زد. آقا نیما داری مزخرف میگی، داری چرت و پرت میگی عزیزم. من دارم چرت و پرت میگم؟ تو قضیه پروانه رو یادت رفته؟ کدوم پروانه؟ خانم ما داریم خصوصی با هم حرف میزنیم، بفرمایید. ببخشید. پروانه کیه؟ بابا دختر همسایه‌مون، دختر اختر خانومو میگم. ما حتی قرار نامزدیمون هم گذاشته بودیم. آه چی شد برام خوش؟ چی شد؟ من بهت میگم چی شد. به 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 آقا دامادم تشریف آوردن. ببخشید که دیر شد. آخه مرد حسابی، آدم یه خانم محترم رو تو پارک رو معطل میذاره. تقصیر این گل فروشه بود، کش خودشو تا یه دست گل بده. تو اینجا چیکار میکنی؟ بفرما عوض تشکرشه. داشتم اینجا رد میشدم، دیدم پروانه خانم اینجا نشستم منتظر جنابالی، گفتم بیام تنها نباشم. خب من دیگه با اجازهتون رفع زمانه. ممنون از حرفاتون، خیلی کمک کرد. بابا خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ وظیفه است، شما هم خواهر ما. اگه میشه برو اون بر دیگه. بفرمایید خدمت شما. اصلا قابلی نداره، البته شما خودتون گلید. ممنون، لطف دارید. خواهش میکنم. به همه همینو میگید؟ ببخشید ناصر چیزی گفته؟ مگه مهمه کی چی گفته؟ آخه شما این ناصر رو نمیشناسید، از بچگی حسادت منو میکرد. برای سمیرا از همین گلا گرفتین؟ سمیرا؟ دختر خانم مظلومینه که هفته پیش خواستگاریش بودین؟ من راجع به اون میتونم بهتون توضیح بدم. ببینید اونم فردای روزی که اومدین خواستگاری من. فرداش بود؟ شما مطمئنی؟ من فکر کنم که پس فرداش بود. من احمقو بگو که گول آدمی مثل تو رو خوردم. اجازه بدید من توضیح میدم. خواهش میکنم خانم. خانم خواهش میکنم. تو واقعا این کارو کرده بودی؟ چه کاری رو؟ چه کاری رو؟ همین که رفتی فرداش خواستگاری یه نفر دیگه. ببین ما الان راجع به ناصر داریم حرف میزنیم. نه میخوام بدونم اگه واقعا این کارو کردی یا خیلی بیشور. بی ادب، این چه طرز حرف زدنه؟ تو اولین بار رفتی خواستگاری یکیش، همون اولین بار میگیریش؟ شاید که بهتر پیداش.
منم منطقی بودم، داشتم انتخابمو میکردم. مرد حسابی، مگه رفتی هندونه بخری؟ منطقی نیستی دیگه، منطقی نیستی. اصلا ولش کن، ما داریم حرف ناصر رو میزنیم. از کجا معلوم اصلا ناصر بهش گفته باشه؟ شاید از یه جای دیگه شنیده باشه. از کجا؟ رفتن دیدم آقا نشسته اونجا داره بلبل زبونی میکنه. تو باشی فکر دیگه ای نمیکنی؟ من اصولا احتمالات دیگرم بهش فکر. بله، احتمالات دیگه. خب بله، منم اگه اولین بار بود ممکن بود به احتمالات دیگه فکر کنم. مگه بازم بوده؟ شقایق رو یادته که دختر اختر خانم رو میگم، ما حتی قرار نامزدیمونم گذاشته بودیم. آها، همون دختر خانمی که یه خوره دماغش بزرگ بود. دماغش خیلی هم خوب بود. نه جونه تو، من علکی نمیگم که، یه عمل کوچیک لازم داشت، یه خوره این قزروفش کج میشه. ول کنی این دماغو، من دارم راجع به ناصر حرف میزنم. بگو چی شد. سلام. به 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 به، آقا داماد بالاخره تشریف آورد. تو خجالت نمیکشی یه خانم محترمو یه ساعت تو پارک میکاری؟ من معذرت. حالا که میخوای زن بگیری آدم شو. خب من دیگه با اجازتون رفع زن ندارم. ببینم چی کار میکنی. سلام. بفرمایید، قابل شما رو نداره. چیزی گفت بهتون؟ احساس. شقایق، 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 خواهش میکنم، شقایق، شقایق خانم. ای بابا، حالا مطمئنی این دفعه هم ناصر رفته یه چیزی بهشون گفته؟ نه، پس اتفاقی بوده. کاش فقط همین دوتا بود. ببین منو، مگه بازم بوده؟ ها؟ کی میاد؟ کی میاد؟ بی حیا سیما، بی چشم رو فرشته، بی سفر مریم، برو خیلی آدم ناجوری بودی یا میدونی یه آدمایی مثل تو رو عکسشون رو میندازن توی روزنامه صفحه حوادث، زیرش هم مینویسن شیادی که دختران دم بخت را اخفای. شیاد چیه؟ من واقعا قصد ازدواج. خب تکلیف اولی رو مشخص میکردی بعد میرفتی سراغ بعدی. ببین تو اگه خواستی زن بگیری برو همون اولی رو بگیر. باشه، من به محکم کاری اعتقاد دارم. اگه ناصر گن نزده بود خودم میتونستم یه جوری جمع جورش کنم. من نمیدونم، اصلا نمیتونم بفهمم، مگه میشه یه برادری با برادرش این کارا رو بکنه؟ حالا هر چقدرم سابقه دار باشه، من اصلا فکر میکنم چون که اون طفلک سابقش خرابه تو همش بهش شک داری. اگه همچین آدمیه که تو میگی چرا رابطه تو کتی رو به هم نزد؟ آخه طفلک ناصر، ببین دیگه داری مزخرف میگی یا مشکلات تو کتی رو من از همون اول در جریانش بودم. اگه تقصیر ناصر ننداز، رابطه تو کتی از همون اول مزخرف. مزخرف نبود که، ما فقط یکم با هم تفاهم نداشتیم. همین.